مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز سه‌شنبه است و دوم از ماه جولای سال 2013 میلادی. در روز سه‌شنبه مدتی یک ساعت خدمت شما هستم. مدتی به خاطر گرفتاری که دارم روزهای چهارشنبه بازپخش روزهای سه‌شنبه رو میبینید. امیدوار هستم به زودی عرض کنم که بتوانم بازگردم و این داستان خواندن شاهنامه رو ادامه بدهم. یک مطلب. مطلب دیگر این که عرض کردم خدمت شما، دوستان بسیاری زنگ زدن در طول این چند سال گذشته و پیام گذاشتن در دفتر سرزمین جاوید که در دالاس تگزاس هست و بنده اینجا هستم. این است که تصمیم گرفتم که برای اینکه از این موهبت سخن گفتن با شما بنده محروم نشوم، یک تلفنی اعلام کنم. در لس آنجلس یک تلفن دارم. تلفن بنده بوده در 30 سال گذشته. فکر کردم صلاح این است که یک شماره اضافی عرض کنم که بنده بگیرم و این کمپانی AT&T خیلی سریع عمل نکرد. این است که روز دوشنبه هر قرار است که بیاین و سیم کشی اون تلفنی که من خدمت شما خواهم داد انجام بدهن که روز سه‌شنبه آینده می توانم خدمت شما این شماره رو گزارش کنم که روزهای یک شنبه با هم صحبت کنم. این یک مطلبی بود که قبلا خدمت شما عرض کرده بودم. اجازه فرمایید یک غزل خیلی خیلی مشهور از استاد سخن سعدی به شما تقدیم کنم. برمیگردیم دنباله مطالب دیگر. میفرماید: مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس، که به هر حلقه موییت گرفتاری هست. گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید، تا ندیده است تو را بر منش انکاری هست. نه من خام طمع عشق تو می‌ورزم و بس، که چون من سوخته در خیل تو بسیاری هست. باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد، آب هر طیب که در تبله عطاری هست. کل بنوشته است اینجا، اون تبله خوندیم. طیب یعنی بوی خوش، آب هر طیب یعنی آبروی. باد میگوید یک خاکی از سر کوی تو آورد از بوی خوش، آبروی هر عطری که در کلبه عطار، چون عطار یعنی عطر فروش. حالا عرض کنم آخونده آمدن میگن نگوید عطر، بگوید عطر. به نظر من این عطر نه تنها بوی خوشی نداره که بوی گندی هم داره. عطر یا طلا یا نمیدونم عرض شود که خیلی چیزا هست که اختراع و ابداع کردن و زبان آخوندی زبان درست همون است که مردم سخن میگوین، یعنی در واقع فرزانگان کشور به اون زبان سخن میگن. اون نیست که بعض خواص مثلا نگوید مستخدم، بگوید مستخدم. اینا کار آخوندیست در واقع. باری عطر، عطر عرض کنم نگوید این روزا ابوالحسن گفتن قدغن است. ابوالحسن، آقا گفت ابوالحسن، ای پدر حسن یعنی علی. پیغمبر اکرم نگوید، بگوید پیغمبر اعظم. اینا دیگه میدونید اینا فرومایگی ملاییست دیگه، جا مسلط شده به این جا. پیغمبر اعظم یعنی چی؟ آقا از روزگار قدیم گفتن پیغمبر، اول که نمیگفتن این حرفا رو، اصلا لقبی به ایشون نمیدادن. سیرت رسول الله میگوید این سید. بعد تاریخ طبری یه علیه السلامی هم آورده، این صلی الله علیه و آله و سلم هم بعدها آوردن. آقا اون روزگاریشون هم یه مردی بود مثل بقیه، خودش هم میگفت منم مثل شما هستم. گفتن اون سید. نگاه کنید به سیرت رسول الله که قدیم ترین تاریخ های اسلامی است، میگن سید آمد این رو گفت، این سید اون رو میگفت. حتی علیه السلام هم ندارد، میگن سید. حالا میگن که نگوید ابوالحسن، میگن ابوالحسن.
خب دیگه بماند. میفرماید که آب هر طیب که در کلبه عطاری هست، من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست. من از این دلق مرقع به در آیم روزی، تا همه خلق بدانند که زناری هست. به به به، دلق مرقع در واقع این عبا و پوشش درویشی بود که تکه تکه به هم میدوختند. حالا اون صوفیای نخستین از فرط زهد وقتی که این پاره میشد یک تکه میدوختند. خود عمر خلیفه دوم اسلام از فرط زهد میگویند 26 تکه بود. بعد این به صورت یک کار عجیب غریب اشرافی در آمد، یعنی اینکه این آقا میرفت یه تیکه مخمل اینجا میخرید و یه تیکه نمیدونم ابریشم جای دیگه میخرید، اینا رو منزل قیچی میکرد به هم میدوخت. یعنی ما هم مثلا مرقع پوشیم، مرقع تکه تکه. و سعدی میگه من این رو پوشیدم از فرط ریاکاری، این دلق مرقعی که من پوشیدم بودم، اما یک روزی این دلق ما در می آورم تا زنار من معلوم بشه اون زیر. زنار در واقع اینجا سمبل کفر هست، انکار هست، یعنی زنار رو مسیحیان می بستن. بله، حافظ از سعدی گرفته است. میگوید خرقه‌ای بود که صد عیب مرا می پوشید، خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند. یعنی اون زیر پوشیده بودم و این منو مسلمان و زاهد جلوه میداد، اما وقتی که دادمش به می فروش و می گرفتم لخت شدم، معلوم شد مضمون رو عیناً از سعدی گرفته با زبان دیگری. من از این دلق مرقع به درآیم روزی، تا همه خلق بدانند که زناری هست. بله، همه را هست همین داغ محبت که مراست، که نه من مستم و در دور تو هوشیاری هست. عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری است. برای خوندن آواز ایرانی هیچ شعری به پای سعدی نرسیده هنوز، به جهت اینکه هیچ گونه تعقید و ابهامی در شعر سعدی واقعا متصور نیست. عشق خالص است با بیانی که هرگز در واقع نظیر نیافته. این است که خوانندگان از روزگار قدیم، همه خوانندگان بزرگ، اقبال می‌کردند به شعر سعدی، به شعر سعدی در آواز ایرانی. خب خدمت شما عرض کنم که این رو هم بگذاریم به کنار. و یک دوستی دیروز به ما زنگ زد در حال خواب و بیداری، گوشی داشتیم، آقا دیدی در مصر چه خبر شد؟ گفتیم که بله. آقا اینا همه دنبال اون آقا هستن، حسنی مبارک هست، دیدی بالاخره اینا هم رفت. گفتیم آقا به چه دلیل میفرمایید دنبال حسنی مبارک هست؟ شما شعاری دیدید؟ گفت نه. گفتم دیدید این در میدان تحریر اینا تصویر و عکس حسنی مبارک به دوش کشیده باشن؟ گفت من ندیدم. گفتم پس از کجا میفرمایید؟ کدام روشن فکرانمه؟ در کدام شما خبری دیدید برای حسنی مبارک؟ این طرفداران استدلالشون با من خیلی جالبه، باید گوش کنید. مردم مصر برای عدالت، تفاوت ما با مردم مصر در این است که تعداد هوشیاران آنها بیشتر است و تعداد در واقع گروه های متشکل در مصر از قانوندانان گرفته تا روشن فکران غیره بیشتر هستند از ما. ما مردم پریشانی هستیم، پراکنده هستیم. اونها در واقع تشکل بهتری دارن و جستجوگر عدالتند و علت این که بیرون آمدن آن است که این محمد مرسی که نماینده اخوان المسلمین هست با عجله یک قانونی تحمیل کرده است که حقوق متساوی برای همه مردم مصر در نظر گرفته نشده است. مردم مصر جستجوگر عدالت هستند، جستجوگر آزادی هستند، جستجوگر اسلام هم مطلقاً و ابداً نیستند. بنده نمیگم مسلمان نیستند، حتما این بدبخت ها بیچاره از اولین کسانی هستن که اصلا خودشون رو گم کردن، فراموش کردن. اما در عصر جدید روشنفکران بودن، این نزدیکیش عرض میکنم که به در واقع چگونه عرض کنم،
به جاهایی که آزادی گسترش بیشتر داشت و پیدایش روشنفکران مصری و روزنامه‌نگاران مصری در عصر جدید، حقوقدانان مصری، اینها سبب شده است که تعلیمات کافی ببینند بسیاری از مردم مصر که نتواند یک آدمی مثل محمد مرسی که او هم با سخنان خیلی خوب آمد، مثل همین آقای خودمان این ملا، حالا ببینید که مایه بدبختی و بیچارگی ماست که یک ملا بایستی بیاد برای ما سخنرانی بکنه، ما حزم بکنیم، حالا در بابش صحبت میکنه، برای حسنی مبارک و یادش به خیر اون استبداد اینها نیست، خودمان رو به چاله نیندازیم. این حرفایی که واقعا حرفای عوام هست اینا رو بریزیم دور، ببینیم دو دنیا چه میگذره. در ایران ما هم کسی برای اسلام کسی انقلاب نکرده تا حالا، تا اونجایی که ما تاریخ ایران رو میشناسیم. این هم مغالطه است، این هم عرض میشود که یک مطلب دیگه. خدمت شما سخنی میگفتم قطع شد به جهت اینکه قرار بود با دوست گرامی و بزرگوار آقای خویی صحبت کنیم، ارتباط برقرار نبود، داشتم اون عبارت رو میگفتم، تصویر خویی آمد و بعد با ایشون سخن گفتیم در تمام مدت روز دوشنبه. داشتم عرض می کردم که بنده که اینجا خدمت شما هستم، گوشم مطلقاً و ابداً بدهکار نیست که حسن چه می خواهد، حسین چه می گوید، نمی دونم فلان در فلان، نمی دونم رسانه فلان کس چه گفته، کدام روزنامه تحلیل چگونه داده، این آقای روحانی چگونه تحلیل شده است، اینها رو من مطلقاً و ابداً گوش مخلص بدهکار نیست، چون بنده در خدمت شما این یک تن میدانم که چه میخواهم، بنده میدانم که چه میخواهم. بنابراین این داستان ها این مخلص رو هرگز فریب نمیدهد. این داستان این رژیم جنایتکار و بیان با این آدم های فاسد جنایتکار هر می شود که ما رو به سرمنزل مقصود نمی رساند، به جهتی که این رژیم از روزی که خمینی آمد به ملت ایران اعلان جنگ داد. یک ملایی که عرض می شود که نه در عالم سیاست بود و نه در عالم ملیت بود و نه در عالم عرض می کنم دموکراسی و حقوق انسان بود، مفت و مسلم آمد و یک کشوری سقوط کرده آماده بلع، آماده بلع دادن به آخوند. خدا نکند چیزی که قابل بلع باشد بدید به آخوند. شما نگاه کنید آقا، هر کسانی که آمدن لیدر انقلابی شدن سالها کار کرده بودن، اندیشه هاشون گسترش بده، یه مش کتاب نوشته بود که میدونید چی مینوشت راجع به تفخیز و افضا و این حرفا، و عرض کنم ملا بود دیگه، آخوند بود. کشور ما از فرط بیچارگی سیاسی و از فرط فطرت و بدبختی سیاسی و از فرط خلع سیاسی و نبود رجال سیاسی و نبود بنیادهای سیاسی و نبود احزاب سیاسی، صفر صفر بود، آماده خوراک بود، آماده خوراک بود که یک آدمی بیاید و عرض می شود که این کار را انجام بده. و وقتی این مرد آمده در واقع اعلان جنگ داده است علیه شرافت این ملت، علیه تاریخ و فرهنگ این ملت اعلان جنگ داد خمینی. گوش ما درست نمیشنید، اگر که گوش فرامی دادی معلوم بود. اعلان جنگ علیه مالکیت، اعلان جنگ علیه جان ملت، علیه آزادی و دموکراسی و اون چه این مردم آرزو داشتن در طی این 100 سال. و این که شما بهتر میدانید ما باید این را تکرار کنیم، فراموش نکنیم، هی میگوین انقلاب اسلامی. آقا کدام انقلاب اسلامی؟ اصلا برای اسلام مگر بود این انقلاب؟ میگوین جمهوری اسلامی، اینا جعلیات و مغالطات. بنده به یاد ندارم که هیچ ملتی برای اسلام انقلاب کرده باشه. آقا تا چه رسد به ملت ایران؟ جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی. آقا این چه داستانی است مجلس شورای اسلامی؟ کدوم مجلس شورای اسلامی؟ این مجلس شورای ملی است پدر جان. اگر شما برای مشکلات اسلام میخواید مجلس درست کنید، خب یک مجلس بین المللی درست کنید. مسلمان ها هم بسیار هستن الحمدلله، تعدادشون هست در لیبی، در نمیدونم پاکستان، سال یک بار یک مجلس تشکیل شده مشکلات اسلام رو بررسی کنید. مجلس مقدس شورای ملی محل در واقع
تولید قوانین هست، نمایندگان، نمایندگان برگزیده ملت بایستی باشند. اونجا منافع ملت در اونجا مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و قوانین در اونجا وضع میشود. مصلحت ملت در دست مجلس مقدس شورای ملی است، نه چهار تا آخوند گرسنه نمیتونم جنایتکار رو جمع کنیم و بعد اونها بینن مصلحت رژیم چگونه است. ملت بایستی بداند که بگوید که مصلحتش چیست و عرض کنند که چه کارهایی، چه پروگرامهایی، چه چیزی برای آن در نظر دارد. نمایندگان ملت در مجلس مقدس شورای ملی دو مکان به نظر من مقدس است، تکرارم کردم، یکی مجلس شورای ملی است، یکی خاک توس به خاطر وجود فردوسی. در جای دیگه تقدسی در واقع واسه تردید کرد در باب تقدس، نمیدونم جای دیگر من نام نمیبرم. این آقا اومد اعلان جنگ داد. خب یعنی درست مثلی که همه مردم ایران کافر و ملحد و گناهکار هستن و این آقا آمده درست کنه، خلقیات رو تغییر بدهد، این کافرستان را تبدیل کند به نورستان. نور هم که از میکنم ریشش جهان را خیره کرد، از معرفت و دانش و دوستی و صلح و انسان دوستی و آدمیت و اینا دیگه لازم نیست. روز اول شروع کرد آدم کشی. آقا مردم ما کم نداشتن، تنها چیزی که کم داشتن در واقع دخالت در مدیریت کشور بود که کم داشتن، این تنها چیزی بود که مردم ما نداشتن. و به خاطر آزادی سیاسی و در واقع مشارکت در سرنوشت خود بود که انقلاب کردن، نه برای نماز جعفر صادق یا جعفر طیار. میگن 3 ساعت، میگن 4.5 ساعت است این نماز جعفر طیار. اعلان جنگ کرد آقا، اعلان جنگ داد. خب شما وقتی که عرض می‌شود که علیه مالکیت، آقا در غارها، در بیابانها وقتی که این فیلسوفای سیاسی بیرون اومدن، مهمل که نمیگفتن که آدم مثل کانت، مثل هابز آمدن و گفتن آقا انسان در حالت طبیعیش در غارها هم که میزیسته 3 چیزش محترم بوده. یکی ارادش بوده، آزادی داشته، در واقع مالک جانش بوده، آزادی داشته، مالکیت رو هم میشناخته. اما برای اینکه این مالکیت در واقع وقتی تفاوت یک جامعه مدرن و یک جامعه ابتدایی این هست که در جامعه مدرن بایستی این حقوق طبیعی انسان رو حدش رو قانون معین بکند، دولت فقط برای این هست. و این کشور آمریکا که حالا 2 روز دیگه باز ماجرای عرض کنم که 4 جولای هست و یه جشن بزرگی است در این کشور، مبتنی بر 2 مقاله 2 رساله در واقع جان لاک درست شده است. میگوید آقا نیروی دولتی بهش میگوید outward force، نیروی خارجی است، نیروی خارج. داستان تفکر آدم، مذهب به خصوص، اینوارد فورس، یک فورس داخلی است و رابطه روح و روان و خرد انسان رو با دنیای بیرون در واقع تشکیل میدهد. یعنی این نیرو مرتب داره تحلیل میکنه، برداشت میکنه قضایای دینی رو و مطالبی از این دست رو. نیروی خارجی میتواند که عرض کنم که شکست بدهد دشمن رو، میتواند که انسان رو محاکمه بکند، میتواند به زندان بیاندازد، اما نمیتواند رسوخ کند در درون یک شخص و ماف ضمیر انسان رو تغییر بدهد. بنابراین برای اینکه اون نیرو هم که نیروی دینی و مذهبی است و اینوارد فورس هست، یعنی نیروی داخلی ضمیر انسان هست، بتواند به درستی نگاه بکند به طبیعت و این ارتباط رو به درستی برقرار کند و دریافت رو درست بکند، لازمش این هست که آزادی سیاسی باشد و این دو از هم جدا باشند.
چون این نمیتواند در این یکی تأثیری بکند یا بخواهد به زور خودش رو تحمیل بکند یا بگوید تو چنین بیاندیش یا چنین نیاندیش، به عمر لعنت کن یا به علی صلوات بفرست یا برعکس. این کار دولت نیست. و با دلایل بسیار دیگر که این مرد بزرگ بنیانگذار دموکراسی و لیبرالیسم هست، آمد و ثابت کرد که بایستی حتماً برای حفظ عزت مردم و عزت سیاست و عزت دین، این دوتا بایستی کارشون از یکدیگر جدا باشد. ابن خلدون هم قرنها پیش از کانت و هابز و غیره و اینها، استوارت میل و اینها، آمد گفت آقا بدترین احوال این هست که شیخ و ملا و آخوند دینی بخواد به مردم حکومت بکنه. اصلا چنین چیزی میسر نیست. میگوید جامعه دچار فساد و از هم گسیختگی میشود و تعصب و تعصب و ستمکاری. این مایه ستمکاری که در این 34 سال اعلان جنگ خمینی به ملت ایران، اعلان جنگ علیه آزادی و شرافت انسانی داد، هنوز این جنگ ادامه داره، هنوز این جنگ ادامه داره. خب وقتی شما اعلان جنگ میکنید چه چیزی لازم دارید؟ اول اینکه سرباز لازم دارید، آدم کش از خودمان، اسلحه از انبار ملت و از پول ملت، اجامر کم نداریم، هیچ ملتی اجامر کم نمیاره. آقا جان در این آمریکا، آقا چند ساعت برق نیویورک قطع شد، اجامر و اوباش ریختن، نمیدونم 50 مغازه رو غارت کردن، نمیدونم چند نفر رو کشتن. حالا شما بیاد یه کسی بیاد اجامر رو دنبال خودش بکشه بیاد در کاخ سفید بنشینه، اوباش و اجامر و چاقوکش در هر جامعه هست، در انگلیسش هم هست، همه جا هست. اما رهبری یک کشور رو به اجامر و اوباش که نمیدن. که شما نگاه کنید به این شخصیت های این رژیم از 34 سال، یه مایه ننگ خاک پاک ایران زمین بودن اینا، همه از دم. اینا اجامر و اوباش، عراضل و ناس، عراضل کم نداشتیم آقا. شما از اون خیابون نمیدونم چی چیز پایین شهر که میرفتیم پر چاقوکش بود، آمدن اینا زیر سایه خمینی. روزندان ها چه کسانی، بچه های ما رو، بچه های ایران زمین رو میکشتن، شلاق میزدن، عراضل و ناس ایرانی. این رذالت از کجا آمده بود؟ از عدم گسترش معرفت و تعلیم و تربیت درست آمده بود. نه سود از ره، ببرید اینها برای جهنم. گفت یه شاهد عینی میگفت این یزدی یا یکی اون هم پسر خمینی، یکی از اینا رفت، این جنرال ایرانی تو زیر زمین بودن اینها، گفت امام فرموده است اینا برن جهنم، برن اون پشت بام تیرباران کردن. یعنی یک تن آمده، یک شیخ، یک ملا که کسی او را نمیشناخت پیش از انقلاب، یک تبعیدی بود، آمده اعلان جنگ داده، یعنی مطلقاً و ابداً معتقد به هیچ گونه انسانیتی نبوده و برای هیچ کس این آقا حقی قائل نبوده. آقا اون جنرال ایرانی کشتن، خیلی خوب، بین اینا ما نصیری رو داشتیم، رئیس ساواک بوده، اما آدم های درست حسابی بودن، خیلی از این جنرال آدم های خوبی بودن. گذشته از این، اگر این علیه ملت و علیه قانون و علیه عدالت اعلان جنگ نرده بود، آقا دادگاه، 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 نه دادگاه های خمینی و خلخالی، اعلان جنگ داد. و جنایتی که اینها نکردن نبوده در حق بچه های مردم و خانواده های این مملکت. یک دیوانه‌ای به نام صادق خلخالی رو مأمور کشتار مردم کرده، یک تعدادی جسه به دست که حتما الان زنده هستن دارن از این رژیم نام میخورن،
با این راه افتاده بود. به اختیار خودش تیرباران میکرد. دوستی دارم که سالها در زندان قزلحصار خدمت میکرد. الان هم امریکاست. گفت یک روز گفتن آقا چند تا اتوبوس داره میاد و آقای خلخالی گفت اتوبوس ها پشت سر هم ایستادن، پیاده شد. این مرد مریضی که گرباره رو میگرفت خفه میکرد و اینها، گفت اتوبوس اول بره در صف به صف، اتوبوس دوم تیربارو، اتوبوس سوم به زندان، اتوبوس چهارم تیربارا. گذاشتن کنار دیوار قزلحصار، زندان قزلحصار در کرج مرکز آموزش نمچی قزلحصار رو گذاشتن و مسلسل رو بستن، مردم رو کشتن. کی بودن اینا که کشته شدن؟ مسئول این قتل ها چه کسی است؟ یا در زندان ها اون کسانی که در زندان ها آدم میکشتن و جنایت میکردن و تجاوز میکردن، امروز در این رژیم دارن کار میکنن. مطلقاً و ابداً اینها به روی خودشون نمیآورن که آقا مردم اینا رو نمیخوان. آقا مردم ایران تا اونجا که ما فهمیدیم با اندکی کم و زیاد حداقل 80% مردم بیزار و متنفر هستن از این رژیم جمهوری اسلام. هر انتخابات بکنه. محمد مرسی گفته است من اومدم اینجا و نخواهم رفت. من انتخاب کردن؟ خب چیز دیگه، گفت که قدرت به دستش دادن، حالا دیگه از پس گرفتن مشکله. شما دست هر کسی قدرت بدهید همین حالت به وجود میاد. کسی که به رأی مردم هیچ گونه ارزش قائل نیست، به قدرت بچسبد، اولین دشمن مردم هموست. حالا رسما گفته است من رفتم با ژنرال نمچی صحبت کردم، اون جانشین اون آقای فیلد مارشال تنتاوی، و اینها التیماتومی که دادن که روز نمیدونم ساعت 1 بعد از ظهر یا حالا هر چه روز چهارشنبه قرار بشه، آخه من قبول نمیکنم. ارتش هم گفته است که ما بایستی عرض کنم که بیاییم و این رو بر کنار بکنیم و در واقع تعداد آدمهای فراجناهی، فراگروهی، فراعقیدتی بیاوریم، کشور اداره بشه بعد تا انتخابات بعد. اینا نه آمدن حسنی مبارک بیاورن. اینا خوابهایی است که بعض ما میبینیم. این آقایون هم به روی خودشون نمیآورن که 80% ملت و از اینا بیزار هستن و بیزار بودن. حداقل تا اونجایی که اینا انتخابات ریاست جمهور دارن ما میبینیم. به معنی که یک کسی ذره المثقالی مشکل داره با یا مشهور است به این که این اندکی اصلاح طلب هست، مردم میرسن رأی میدن. مثل همون اساس سید محمد خاتمی، مثل این آقای نوری و اینا. اصلا این رژیم مشروعیت ماندن نداره در کشور ایران با این همه 34 سال جنایت که حالا ما بریزیم و انتخابات کنیم این آقا رو بیه. اینها که من عرض میکنم حدیث آرزومندی است، حدیث آرزومندی است. خب بنده میدونم که آقا شما نمیدونی مشکل آقا، خب اینها خیلی خونخوار هستن، اینها خیلی خوب خونخوار هستن. بله خیلی خونخوار هستن و این ملت جرأت نمیکنن، اینا مجبورن به همینا رأی بدن. خیلی خوب، این نظر اوناست، نظر من این نیست. نخی خوب میشه شما ببینید این آقا، این دیگه از اونا نیست، این آقای روحانی خیر یه چهار شب هم انگلیس خوابیده و هر شبت که اینها، این دیگه کارها رو روبرا میکنه. سعادت ما به دست این آقاست. مطلقا و ابدا عرض میشود که شخص بنده عرض میکنم، بنده خاطی، مطلقا ما نبایستی به خود بقبولانیم که این رژیم رژیمی است که مشروعیت حکومت دارد و مشروعیت برگزاری انتخابات دارد و کسانی که اینها میآورند مشروعیت حکومت دارند، حالا در بخش اجرایی حالا هرچی.
اینها می ترسند از مردم. اگر سخنان این آقا رو اینجا نگاه کنید در می یابید که نگران بودن. ما می ریزیم در خیابان نگرانشون رو برطرف می کنیم الحمدلله. بیان آقا این رو بگن آقا کج بشین و راست بگو طرح کشتن چند ایرانی رو در بنگاه نمچی چیز ملی دادید، طرح کنترل دانشجویان، طرح فرستادن نمیدونم جنایتکاران به دانشگاه، طرح کشتار پنهانی، طرح ترور در خارج کشور، آیا شما حضور داشتید یا نداشتید؟ حتما حضور داشته، نماینده رهبر بوده در نمیدونم چند سال در شورای امنیت ملی. نه آقا باید بهش فرصت داد. فرصت گفت کس نیاید به زیر سایه بوم و همای از جهان شود معدوم. این طریق طریق سعادت و تعالی ملت نیست. بعضی هم میگن آقا در کارهای سیاسی بایستی که عرض میشود که صبر داشت، صبر داشت و هدف وسیله رو توجیه میکن. آقا این لاتائلات رو ما از بچه بودیم میدانستیم میشنیدیم. حداقل یک تعدادی بایستی باشند که به مردم بزرگ ایران بگویند آقا این شیوه اداره مملکت ایران نیست، اینها یک گروه جنایتکار بودند که به همه چیز این مملکت اهانت کردند و سرمایه های ملت رو برباد دادند و استعدادهای این کشور بزرگ رو فراری دادند و سرمایه های این کشور رو به حباب و هدر دادن و دارای هیچ گونه مشروعیتی برای حکومت نیستن. حالا امروز نمیفتن؟ نیفتن. فردا میفتن. یک روزی ما بایستی از شر اینا راحت بکنیم. که قرار است که ما از شر جمهوری اسلامی که مورد انزجار و نفرت اکثریت ملت ایران است راحت بشه؟ نه ما عرض کنم که تاماس جفرسون یکی از بزرگان این مملکت هست، یکی از بزرگان علم سیاست در عصر جدید هست. میگوید اون عده کسانی که خیال میکنن آزادی رو میشود بر خوابیدن بر توشک پرقو به دست آورد هرگز به آزادی دسترسی نخواهند. و اون گروه که گمان میکنن و تن میدهند و تن میدهند به آرامش و سکون و امنیت زیر سایه استبداد و هرگز ارزش خروش امواج آزادی رو، این حرف اوست، نمیشنوند و بهش قد نمیگذرن، اینا آدمای بزدل و ترسوی هستن. اجازه فرمایید که یک قطع موسیقی خواهش کردم از بارتان، عرض کنم که از استاد ذوالفنون، جلال ذوالفنون مرحوم که هنرمند بزرگی بود و درگذشت متاسفانه، یک قطعه ساز پیدا بکنن برای شما پخش کنن تا برویم و بازگردیم. شما هموطنان گرامی ستار مرحوم استاد ذوالفنون رو شنیدید، خانواده ذوالفنون آشنا هستید. ایشان برادر کوچکتر استاد محمود ذوالفنون هستند که در واقع در شمال کالیفرنیا ساکن هستن، استاد محترم و خانواده محترمشون. خب عرض کنم که گفت هفت درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. این دو تا مرکز قدرت هرگز کار نکرده. یکی در واقع بایستی، یکی از اینها بایستی از بین برود تا اون یکی که نماینده مردم هست بتواند با اختیار کامل کارهاش را انجام بده. این وضعیت در آلمان هیتلری به عنوان مثال وجود داشت. در ژاپن در عصر جدید ما دو بنیاد داشتیم، شوگان و بنیاد امپراتوری. ژاپن یه جامعه بسته بود. اولین کشتی‌های آمریکایی که آمدن اونجا در واقع اینا انقدر بسته بودن که گفته بودن فقط در یک شهر جنوبی ترین جای ژاپن میتونه کشتی خارجی پیاده بشه و مال تجارتش بیاره که ما در مسیر فساد مسیحیت به قول خودشان قرار نگیریم. باری اولین کشتی آمریکا آمدن اینا، اون شوگانی‌ها میگفتن ما بعضی با دنیای جدید
مراوده داشته باشیم. امپراتور میگفت نه، بالاخره جنگ داخلی شد، اینا زدن و بنیاد شوگان از بین بردن و امپراتوری شد و بعد دموکراسی شد و ژاپن صنعتی شد و قدرت بزرگ شد و ببان. در هیت در ماجرای آلمان هیتلری قبل از هیتلر که وایمر رپابلیک، ما یک پرزیدنت داشتیم که فیلد مارشال هیندنبرگ بود، در اصلی که این هیتلر در واقع شیطان وارد کارزار شده است و اینها. یکی هم که البته ایشان معلوم میکرد چه کسی بایستی پست صدارت عظما بگیرد و اینها، که بعد هیتلر زده با دروغ و جعل و تزویر و نامه‌سازی که بله اون پستم من گرفتم و اینها. در ایران ما امروز عرض شود که ما یک نهاد فاسد جنایتکار تشکیلات سپاه پاسداران داریم، همشون عرض نمی کنم، همون گروهی که عرض می کنم به بیت رهبری رفت آمد دارن و مقاطع کاران بزرگ هستن و بیت رهبری. بنابراین تنها راه حل این است که رهبر نباشد و این بیت رهبری نباشد و این ماده منحوس از قانون اساسی آخوندی حذف بشود تا بتواند انتخابات حتی در این چارچوب این نظام جنایتکار داره معنی باشد. من یه قطعاتی از حرفای این سید گفت، آقا به عمل خاتمی از این خیلی بهتر سخن میگفت، سوادش هم از این بیشتر بود، البته خیلی بزدل بود سید محمد خاتمی، بسیار بسیار مرد بزدل بی عرضه است، بار عرض کردم خدمتتون، ولی آدم خوبی است، آدم برای نشستن و چای خوردن و خندیدن و جوک گفتن احتمالاً جوکای خوبی هم بلده، اما مرد میدان سیاست نیست. اون یه آدم خاصی رو طلب میکنه. آقا رهبری جامعه کار هر کسی نیست. خب حالا این آقا آمده و خیلی حرافی کرده. خب صندوق رأی ملاک تعیین میزان مشروعیت سیاسی است، وی با تاکید بر اینکه در این انتخابات صندوق رأی در افکار عمومی سطح جهان و داخل کشور و به ویژه در افکار جوانان در جایگاه اصلی خود قرار گرفت، گفت ما برای مشروعیت سیاسی و قانون نظام کمتر موضوعی را داریم که بتواند جایگزین صندوق رأی و انتخابات شود. روحانی خاطر نشان کرد صندوق رأی و انتخابات به معنای جمهوریت، اسلامیت و مشروعیت سیاسی و مقبولیت نظام است، که البته این جایگاه ولایت مردم در طول ولایت الله و ولایت الهی قرار دارد. به شما عرض کردم اگر که نخست وزیر فرانسه یا انگلیس یا آمریکا بیاد و چهار بار جیزز جیزز بکنه، جیزز کرایست رو به خواب دیدم دستای جیزز، حتما میدازنش بیرون. یعنی آقا این فساد رو برای خودت نگه داری. خب بعد میگوید که رئیس جمهوری منتخب ملت تأکید کرد این انتخابات تمام شبهات، سوالات و بگومگوها را نه درباره انتخابات بلکه در خصوص مشروعیت نظام پاسخ داد. ببینید اینا دوچار وحشت بودن که نکنه مردم نیان و رأی ندن. پاسخ داد و در واقع آب زلالی بود که آیینه جمهوری اسلامی را که گرد و غباری بر آن فرو نشسته بود شفاف و پاکیزه کرد. این مطلب بود که آدمای خیلی 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 عرض کنم که با بدیهیات این رژیم آشنا هستن قبلا گفته بود. خب وی افزود همه دنیا از نو جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران مردم سالاری دینی. ببینید اینا کلمات کلیدی است. آقا مردم سالاری دینی چه معنی دارد؟ مردم سالاری دینی و دموکراسی اسلامی رو بنده عرض کردم تضادی که درش هست تشبیهی بنده کردم، حالا خیلی هم معروف شده، یکم هم تنده، اشکالی هم نداره، بعضی اوقات باید این تمثیلات این تشبیهات تندی داشته باشه که در خاطرها بمانند، مثل پهن خوشبوس معطر. مردم سالاری دینی از تو طرف دهنش داره صحبت میکنه، همین آقا نوسوده از رد داره از دو طرف دهنش صحبت میکنه. یه واسه میگه آقا مردم رأی دادن، من منتخب مردم هستم و شیوه مردم سالاری چنین است که از صندوق رأی باشد رأی که انتخاب بشه و بعدم چه بفره. مردم سالاری دینی، این شاگرد سید محمد خاتمی واسی باشه. مردم سالاری دینی
آزادی و دموکراسی واقعی را ببینید داره مغالطه میکنه و هم میپیچه. آزادی و دموکراسی هیچ گونه ارتباطی به تأکید بر دین ندارد. آقا اگر بر دین تأکید شد معنی دموکراسی و آزادی نمیدهد. بله بله دینی اول آدم و غیر کشور مشاهده کردن. حجت الاسلام روحانی به پیشینه تاریخی جایگاه مردم در کشورمان اشاره کرد و افسود ما در منطقه پیشتاز انتخابات در تاریخ بودیم و اولین پارلمان و مجلس شورای ملی که بنده خدمت دوست عزیزم آقای احمد هم عرض کردم چون تاکید داشت که ایشون گفته شورای ملی، بنده در ترجمه‌ای که بی بی سی می‌کرد 5 دقیقه بنده می‌خواندم گفت شورای عرض کنم که اسلامی، حالا ما قبول میکنیم که اینجوری، ولی اوندا اونجور گفته چون از واژه ملی هم وحشت دارن هم نفرت. خیلی خوب، و بیش از 100 سال قبل در این کشور تأسیس شد. رئیس جمهور منتخب با بیان اینکه ایران سابقه تورانی در زمین بله 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 دارد و پس از انتخاب و انقلاب نیز برای رأی مردم جایگاه خاصی در نظر گرفته شد، گفت این امام بود که بعد از 47 روز پس از پیروزی انقلاب مردم را به پای صندوق رأی دعوت کرد. عجب دعوتی کرد، عجب این امام انتخاباتی کرد، چاقو کشا رو گذاشت اونجا گفت جمهوری اسلامی آره یا نه. چویس هایی به انتخاب هایی به مردم داد این مرد آزادی خواه صاحب اون تألیفات و اون مغز نیرومند که جهان رو خیره کرد واقعا. بله دعوت کرد و از این رو همه اینها محصول جمهوری اسلامی است که خود برآمده از صندوق رأی ملت است. داره مرتب تکرار میکنه که خودتون خواستین، خود شما دارین به ما رأی میدید و این است این جمهوری بر روی هم دارای مشروعیت است به جهت پشتیبانی و رأی شما. این اصاره حرفش بقیهش هم مغالطه است. خیلی خوب، رئیس جمهور منتخب در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه انتخابات درس زیادی و پیام‌های فراوانی را برای همه داشت گفت این انتخابات فرصت استثنایی برای همه بود، باید همه به خوبی پیام این انتخابات را دریافت کنند و به آن احترام بگذارند و عمل کنند. روحانی خاطر نشان کرد بله کشور احزاب گروه‌ها مردم همه و همه دیگران در خارج کشور و سایر کشورها باید پیام انتخابات را به خوبی درک کنند و به آن پاسخ مناسب دهند. و بعد میگوید رئیس جمهور منتخب با بیان این که حضور مردم و رأی مردم بسیار گویاست هیچ ابهامی وجود نتصریح کرد، باید برای همه مردمی که پای صندوق های رأی آمدن احترام بگذاریم، اما دولت آینده باید در چارچوب رأی اکثریت حرکت کند. در چارچوب رأی اکثریت حرکت کند یعنی چی؟ وقتی که رئیس جمهوری انتخاب میشد با 51% 49% اون حزب میبازی میاد میگه آقا ما بردیم، اما ما از این حزب، ما رئیس جمهور همه مردم هستیم، ما میخوایم به همه خدمت کنیم. کشور متحد میشن در واقع در پشت سر رئیس جمهور جدید. روحانی تأکید کرد هیچ کس در این کشور فراتر قانون نیست، همه مردم و مقامات بدون استثناء ذیل قانون تعریف میشن. قانون خدا یعنی اسلام و قانون جمهوری اسلامی ایران که برای همه از لازم الاجراست. قانونگرایی مبنای حرکت مردم و دولت آینده خواهد بود. اعتدال بدون قانونگرایی امکان پذیر نیست. حالا این اعتدال میکنند. آقا اعتدال یعنی چه؟ یک رئیس یک مملکت بعض اوقات ایجاب میکند که در طریق اعتدال باشد، بعض اوقات ایجاب میکند که نباشد، متناسب با وضعیت سیاسی است که این احوال رو نه اعتدال قرار چه بکنی. خب عرض می شود که خواستم در پایان این سخن از همه هموطنانی که از اروپا یا ایران، از کانادا و ایالات متحده این برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کردن فردن فرد سپاسگزاری بکنم. و در تمام این سالها دوستانی با ما بودن از سال
در واقع 2000 که اولین برنامه های سرزمین جاوید از NITV پخش شد تا امروز که قریب 13 سال از اون روزگار نوزرت بسیاری از دوستان با ما بودن. از لطف و بزرگواری شما بسیار بسیار سپاسگزارم. از وارتان و بهزاد در اتاق فرمان ممنونم. از شما بزرگواران که توجه فرمودید و وقت خودتون رو گذاشتید به این برنامه نگاه کردید هم ممنونم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد. زنده باد.